مسجدی 200 ساله در چهارراسی روس تهران که به عنوان محل توبه دزدان و مطربان بنا شده به نام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شناخته می شود. این مسجد در دوره قاجار ساخته شده و به دلیل معماری زیبا و تاریخی و تاریخچه جذابش توجه هنردوستان و گردشگران را به خود جلب کرده است. با هدف توبه از گناهان، بانیان آن سعی داشتند تا این مکان را به نشانه از تغییر و تحول اجتماعی تبدیل کنند. همکارم در گزارش خود این موضوع را روایت نموده که با هم می‌بینیم. مسجدی 200 ساله در چهارراه سیروس تهران به عنوان محل توبه دزدان و مطربان پایتخت بنا شده است. این مسجد در سال 1216 هجری شمسی و در دوره سلطنت محمدشاه قاجار به نام‌های چالانچی خان و تالانچی خان شناخته می‌شد و امروزه به مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام معروف است. این بنای تاریخی در خیابان 15 خرداد شرقی بالاتر از چهارراه سیروس و در کوچه آلاغا واقع شده و در سال 1352 به همت امام جماعت وقت و تجار محل مرمت و بازسازی شد. بنای قبلی آن به طور کامل از بین رفت و به دلیل موقعیت جغرافیاییش به مسجد ملا قدیر نیز شهرت دارد. نویسندگان و تاریخ نگاران به نامهای اولیه این مسجد اشاره کرده و توضیح می دهند که چالانچی به معنای مطرب و تالانچی به معنای دزد است. بانیان این مسجد با هدف توبه از گناهان خود این مکان را بنا کردند تا در سایه آن شاهد روشنایی و تغییر در زندگیشان باشند. مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نه تنها از نظر تاریخی حائز اهمیت است، بلکه به عنوان نشانه‌ای از تغییر و تحول اجتماعی در دل تهران قدیم باقی مانده و توجه هنردوستان و گردشگران را به سوی خود جلب می کند. این مکان با معماری زیبا و داستان‌های جذابش نمادی از اراده انسان‌ها برای تغییر و نیکوکاری است.